سیاره ما تماماً گل و بلبل با جنگل‌های سرسبز و جزایر بهشتی یا حتی بیابان‌های امن نیست، بلکه مکان‌هایی هم وجود دارن که هنوز هم زندگی در اونجا خطرناکه. حتی مکان‌هایی هستن که شاید فرقی با بهشت ندارن، اما ساکنان اون مکان‌ها هر لحظه در آستانه تهدید طبیعی هستن. با تعدادی از این مکان‌های بالقوه خطرناک آشنا میشیم. الان مثل صدها سال پیش با چماق دنبال شکار ماموتا نیستیم یا از ترس ببرهای چاق و دندان در غارها پنهان نمیشیم. وضعیت زندگی ما نسبت به اون سالها بسیار امن‌تر و هم راحت‌تر شده. با این وجود هنوز هم مکانهایی وجود دارن که طبیعت زندگی انسانها رو به چالش میکشه. کسانی که این نوع چالش‌ها رو دوست دارن گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارن. مکانهایی وجود دارن که ساکنان اون هر لحظه ممکنه با قهر طبیعت روبرو بشن، طوری که هیچ اثری از اونها باقی نمونه. شهرستان مینکین. زندگی یا گرفتاری در بیابان برای کسی که آمادگی قبلی نداره بسیار هولناکه. مینکین در چین روزها بسیار گرم و شبها بسیار سرده. اما مشکل ساکنان اونجا فقط این نیست. واحه مینکین از شرق، غرب و شمال در محاصره بیابانه. بیابانهایی که سیری ناپذیرند و هر سال حدود 10 متر از سه جهت به درون واحه گسترش پیدا می کنند و زمینها رو می بلند. مینکین بیش از 20 ساله که با خشکسالی شدید روبروه و به یکی از خشکترین مناطق چین تبدیل شده. آبهای سطحی خشک شده و آب مورد نیاز منطقه از طریق 5 تا چاه که تا عمق 300 متری حفر شدن تأمین میشه. کیفیت این آب هم مناسب نیست و حتی حیوانات هم اون رو به زور می نوشن. دولت چین تلاش میکنه تا این واحه رو از خشکی مطلق نجات بده، اما پیشرفت کار بسیار کنده. 90% شهرستان مینکین به بیابان تبدیل شده. رودخونه ها خشک شده و در اکثر روزها طوفان شن وجود داره و برق قطع میشه. جاده ها بند میان و زندگی فلج میشه. گراند کیمن. گراند کیمن در کارائیب با ساحل سفید و آب زلالش شاید بهشت روی زمین باشه، اما از طرفی دیگه پایتخت طوفان جهان به حساب میاد. حدوداً هر دو سال یک بار طوفان و گردبادهای مخرب تقریباً همه چی رو نابود می‌کنند. به عنوان مثال در سال 2004 4/5 از ساختمان‌ها از بین رفتند و هزاران نفر برای چندین روز از دسترسی به آب سالم، برق و پناهگاه محروم موندند. گراند کیمن به عبارتی بهشتیه که هر لحظه می‌تونه به جهنم طوفانی تبدیل بشه. تورنیدو آلی یا کوچه گردباد. برای اکثر آمریکایی‌ها گردباد بخشی آشنا از زندگی روزمره است. در طول بزرگراه بین‌المللی I-44 که شهرهای اوکلاهوما سیتی و تالسا رو به هم متصل می‌کنه، بیش از 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند. هر سال در فصل بهار طوفان‌ها و گردبادهای بزرگی روی میدن و خسارات زیادی به بار میارن. مردم سقف خونه‌هاشون رو از مواد سبک می‌سازن تا هزینه بازسازی اون زیاد نباشه. وقوع طوفان و گردباد در این منطقه در هر فصل بهار امری اجتناب ناپذیره و ساکنان منطقه هر سال مجبورن سقف یا کل خونه رو دوباره بازسازی کنن، چیزی که احتمالاً برای اکثر انسان‌های دیگه قابل سازگاری نیست. ورخویانسک روسیه. شهر ورخویانسک در روسیه طولانی‌ترین و سردترین زمستون رو داره و سردترین شهر جهان شناخته میشه. نه فقط 3 ماهه زمستان، بلکه 9 ماه از سال پوشیده از برفه. از ماه اکتبر تا ماه مه هوا یخبندانه و دما تا حدود منفی 70 درجه هم میرسه. در نیمه دوم سال تقریبا روز فقط 5 ساعته. شرایط زندگی در اینجا به قدری مشکله که در زمان تزارها به عنوان تبعیدگاه مخالفان سیاسی استفاده میشد. زندگی در این درجه از سرما بسیار دشواره
و اکنون تخمین زده میشه که حدود 1000 نفر در این شهر ساکن هستند. جزایر افمرال در مالدیو. مالدیو از 1190 جزیره تشکیل شده در اقیانوس هند و در یک منطقه پرخطر واقع شده. تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین باعث بالا اومدن سطح آب شده و ممکنه در آینده‌ای نه چندان دور برخی جزایر که به اونها جزایر افمرال میگن زیر آب برن. همچنین هر لحظه خطر وقوع سونامی مردم جزایر رو تهدید میکنه. جزایر افمرال که به معنی جزایر در حال ناپدید شدن می باشد تقریبا 1/10 مساحت کل مالدیو رو تشکیل میده. ارتفاع این جزایر فقط 2 متر از سطح آب بالاتره. با آنکه گذران تعطیلات در اون جزایر رویای هر جهانگردیه، اما تا چند سال دیگه زیر آب میرن. کوه آتش فشانی مراپی. زندگی در کنار یک کوه آتش فشان فعال بسیار دلهره آوره، اما برای مردمی که در کنار کوه مراپی در اندونزی زندگی می کنند موضوع نگران کننده ای نیست. کوه آتش فشانی مراپی در مواقعی که فوران نمی کنه هم دود زیادی از دهانه اون بیرون میاد. در 5 قرن گذشته حدود 60 بار فوران کرده و گدازه های اون میتونن تا 13 کیلومتر پیش برن. این یعنی یه جهنم واقعی برای 200,000 نفری که در اون محدوده زندگی میکنن. مراپی اخیراً هم فوران کرد و دولت اندونزی وضعیت هشدار نارنجی اعلام کرد. در فوران سال 2010 حدود 350 نفر جونشون رو از دست دادن. ساکنان بومی به زندگی در کنار این آتش فشان خو گرفتن و بدون نگرانی به زندگی معمول خودشون ادامه میدن. و در پایان پارک ملی مادیدی. منظره بسیار زیباییه. جنگل های دور و اطراف پارک حفاظت شده ملی هست که بکر و جای بسیار باصفاییه. اما ساکنان منطقه از این همه زیبایی لذتی نمیبرند. اکثر گیاهان و حشراتی که در اینجا هستند سمی‌اند و با کوچکترین تماس باعث فلج یا حتی مرگ انسان میشن. گردشگران هم با تورهای ویژه میتونن در مناطق خاصی از پارک گردش کنند. ساکنان این منطقه بسیار مواظب هستند تا با گیاهان و حشرات خطرناک تماسی نداشته باشد. این مناطقی که از اونها نام بردیم شاید ساکنان اونها آرزو دارند تا در مناطقی امن زندگی کنند، مثل همین جایی که ما در اون زندگی میکنیم. پس قدر محل زندگی خودمون رو بدونیم. به پایان ویدیو رسیدیم. موفق باشید.